شما در این سالها یک از کارهایی که کردیم و ادبیاتی که تولید کردید انگشت گذاشتین روی به شکلی بحران بحران ساختار حکمرانی ما بحران در ساختار تصمیم گیری کلان ما دخالت نیروهای موازی و غیره و منم تا حد زیادی با شما هم عقیده هستم میخوام برگردم به سال 82 و مشخصا از شما بپرسم که اون 8 سالی که شما رئیس دولت بودین برای اینکه ساختار حکمرانی رو مردمیتر کنید چه کار کردید مثلا برای اینکه ساختار مجلس رو اصلاح کنید ساختار انتخابات رو اصلاح کنید آیا خاطرتون باشه مثلا آیه خاطمی لوایح دوقلو رو برد حالا در ذهن خودشون و در نگاه لیبرالی که داشتن برای اینکه مثلا ساختار حکمرانی اصلاح کنند شما اون 8 سال کار خاصی برای اینکه ساختار حکمرانی رو مردمی تر کنید و قدرت رو به مردم تفویض کنید کردید اصلا کل هشت سال کارمون همین بود دیگه کار دیگه نمیتونستیم بکنیم و کار دیگه نداشتیم بکنیم منتها توجه داشته باشید یه موقع شما مستقیم میرید میخواد با تغییر یک قانون یک اتفاقی رو رقم بزنید یه موقع نه عمدهش رو میذارید بر تغییرات اجتماعی و اثبات این مطلب ما هر دو اینو بردیم جلو توجه داشته باشید خب ذهنیت ها رو که عرض کردم خدمتتون ما برای اصلاح ساختار تصمیم گیری که عبهای فراوانی داره اولا پافشاری سنگینی کرده بسیاری از قوانینی که حقوق مردم رو می میکرد و قدرت رو متمرکز در سیستم میکرد که میدونید هرچه قدرت متمرکز میشه تو سیستم به همون حساب مردم ضعیف میشن اینا رو من رسما برگردوندم هیچ کدوم رو ابلاغ نکردم و اثبات کردم استدلال حقوقی که اینا خلاف قانون اساسی است و اونا فریاد میزنن این مخالف قانونه خدا مخالف قانون نیستم اختیارات رئیس جمهوره این قانون نیست حالا میبردن مجمع تشخیص باز من مخالفت میکردم گفتم از اساس قانون نیست بر اثر پافشاری ما هیئت اختلاف درست شد که ادعاهای ما رو بررسی کنه که بعضی هم گرچه ترکیبش خب ترکیبش یه طرفه بود یعنی به سمت ما نبود اما بسیاری نقطه نظرات ما نقطه نظرات ما رو پذیرفتن. یعنی شوره نگهبان مجبور شد که بعضی رو اصلاح کنه از جمله راجع به اصل 75 ما سعی دولت رو کوچیک کنیم یعنی 6 تا وزارتخونه رو ادغام کردیم 36 تا شورا رو در هم ادغام کردیم یعنی کوچیکش کردیم توضیح کردیم اختیارات رئیس جمهور رو در سطح استانها دادیم به استانداران، به فرمانداران، به مدیران کل یعنی تلاش کردیم این تمرکز رو یه جوری ببریم به سمت بدنه اجتماعی حالا جزیاتش زیاده دیگه مثلا چند تا قانون رو تلاش کردیم اصلاح کنیم ولی باز میخوام تاکید کنم به شما این یه کار خیلی بزرگی است و در برابرش مقاومت های گسترده شکل میگیره <applause> به خصوص دو تا جناح قدرت ما داریم که اینا تمام جایگاهشون و فرصت هاشون از همین تمرکز قدرت و ضعیف بودن مردمه رسما میگفتن به من گفتن تو میخوای مردم رو بیاری بالای مردم فرده دیگه ما رو قبول نمیکنن گفتم خب قبول نکنن تا تو این کار میکنی مردم مثلا روشون زیاد میشه خب،, خب مال خود مردمه دیگه مال خود مردم هست خب مردم من تو رو قبول نکنن چه اشکالی داره خب ایران پر از انسان های برجسته است میرم اونا رو انتخاب میکنن توجه دارید که مقاومت خیلی سنگینه ما اصلا تلاشی نکردیم که اختیارات از دیگران بیاریم توی دولت اما از اون ور چرا نقد مجلس و رفتار مجلس جزء کارهای ثابت ما بود اقدامات در جهت اصلاح قوه قضاییه خب مکاتبات کردیم بحث کردیم به چالش کشیده خیلی از جاها تو توجه دارید بالاخره یه دولت وقتی مسئولیت اداره کشور رو داره همزمان باید به آب و برق و مسائل اقتصادی و اجتماعی و بنرا برسه به اینا برسه شک شکی نیست ببین آیا احمد اینجا بتون من بگم که نگاه همچی. شما روزی که دولت رو تحویل گرفتین ضریب جینی ایران چقدر بوده؟ 4200 روزی که تحویل دادین چقدر بود؟ 3600 س... یعنی ما حتی با انقلاب اسلامی که میدونه یکی از چهار تا اتفاق بزرگ تاریخه در ده سال اول که انقلابی ترین وضع ایرانه ما نتونستیم ضریب جینی رو اینقدر کاهش بدیم که بله. شما در اون هیست سال انجام دادیم بله. یعنی ما عملا میشه گفتش که یک انقلابی در اقتصاد در کردید بحث ما اینه که این انقلابی که شما کردید چرا مکانیزم هایی رو به وجود نیورد که قدرت دست مردم بمونه برای مثال سمن ها سازمان های مردم نهاد سندیکاهای های کارگری اتحادی های کارگری چون مثلا یه اتفاقی مشابه کار شما در ونزوئلا که افتاد چاوز سعی کرد که کانال هایی تعریف کنه که قدرت همونجوری دست مردم بمونه و به شکل تودهی باقی نمونه سالی که اصلا 8 سال چالش شما با مجلس با قوای دیگه با محافل قدرت و ثروت واضحه اما اولین سالی که آیا نمیشد دنبال ساختار بنیادینتر تر حکمرانی رفت مثلا رفراندومی تعریف کنید یا خواهان تغییرات بنیادی تر بشید و دوم اینکه آیا نمیشد قدرت به مردم طوری تفویض کرد که بعد از شما هم نتونن ازشون پس بگیرن ببینید بحث شما به عنوان یک آرمان بحث کاملا درست نیست و ما این آرمان رو دنبال کردیم منتها ما باید برگردیم تو ظرف اون زمان و در اون شرایط ببینیم عملا چه کاری میشد کرد خب سمن ها رو ما خیلی توسعه دادیم یعنی واقعا در دوره ما تشکل های مردمی یه توسعه زیادی پیدا کرد مطبوعات مثلا 1200 بود, ,500 تا بود شو 3500 تا منتها توجه داشته باشید برخی از برمیگرده به اصلاح قانون اساسی برخیش برمیگرده به اصلاح ذهنیت های کسانی که در ساختار قدرت حضور دارن یعنی مثلا ما جلسات متعدد با خود شورای نگهبان گذاشتیم با مجلس گذاشتیم برای تبیین این مفاهیم واقعا من تلقیم این بود این تلقیم این بود که اگر ما سال 84 بیام تو دولت و بخوایم برگردونیم فضا رو به همون آرمان های پنجا هفت که قرار بود مردم همه کاره باشن و مردم اصل باشن و عدالت باشه و آزادی باشه تمام اینایی که مدعی هستن همراهی میکنن واقعا تلقیم این بود بسیاری از جناه چپ بسیاری از جناه راست واقعا تلقیم اون بود که خب ما که چیزی برای خودمون نمیخوایم ما اصلا دنبال حزب و قدرت و تثبیت قدرت خودمون نیستیم که ما دعوت میکنیم به مردم دعوت میکنیم به عدالت به طور طبیعی همه باید همراهی کنند اما میدم اکثریت قاطیشون اصلا گارد گرفتن و اینا تو ساختار حکومت بودن خب در چنین شرایطی یه مقداری اصلاحات عملی کار سخت میشه باید بریم ذهنیت ها رو درست کنیم و مطالبه عمومی ایجاد بکنیم تا زمینه این اصلاح به وجود بیاد اون مقداری هم که میشده انجام دادیم انایت میکنی؟ بله اگر که آقای علیزاده و دوستان هم کمک میکردن حتما گام های بیشتری جلو میرفت بسیاری حالا بزن مشخص مثلا در مورد کارگری الان با ذهنیت و بینشی که امروز دارید اگر در 80 به اتحادیه ها به سندیکاها و به به خود محرومان کمک میشد که با نهادهاشون قدرت رو پس بگیرن از اون بالایی ها از اون به شکل اشراف طبقه اولیگارشی آیا چه بسا آیا باق... من اینجوری بگم آیا احمدی اگه به سال 84 برگردیم با این بینش و دانشی که امروز دارید و همینطور هم ذهنیت واقع که از قدرت اشراف اولیگارشی دارید چه کار میکردین؟ دنبال رفراندوم میرفتین؟ دنبال جنبش اجتماعی میرفتین؟ دنبال حزب میرفتین؟ 16 سال یه انسان خیلی باید تغییر کنه منم تغییر کردم یعنی الان اگه بخوایم با همین اطلاعات با همین تجربه با همین دانشه امروز برگردیم ما شما نیست دیگه خود شما و الان با همین دانش امروز برگردید 84 یه کار دیگه میکنید حتما همینطوره دیگه اشاره کردید در اول در مقدمه مباحثتون بالاخره با تجربه که امروز اگر داریم برگردیم به اون زمان خب معلومه جو دیگه عمل میکنیم البته معلوم نیست حتما موفق میشدیم ما چون توجه کنید باید ساختارها و زمینه های اجتماعی همراهی بکنه با آدم من این رو به عنوان یک اصل اساسی به شما بگم هر نوع تحول اجتماعی باید همگام با معدل مطالبات مردم باشه شما بالاترین شعارهای اصلاحی رو بدید ولی جامعه دریافتی از اون نداشته باشه و همراهی باهاش نکنه این فقط خودزنیه